این بار خواستیم که در برنامه قریه به قریه به بلندترین قریه کابل نازنین ما سفر داشته باشیم. بالاترین قله مایپر هم برات گفته میتونیم. اینجا مکتب از این قریه. در اینمی مکتب که تخریب شده همینجا درس میخوانن. چیزی با گفت الله بود لکه بخوایی. به نام یاد خدا. سلام افغانستان. شرق لست. خوش آمدید. خوش کلدزلر. درود. بر تمام شما هموطنان عزیزم آرزومند هستم از هر کجایی که ما را بیننده هستین جور صحتمند سرحال و کاملا خوشحال باشین. وطندارای عزیز خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه قریه به قریه. این بار خواستیم که در برنامه قریه به قریه به بلندترین قریه کابل نازنین ما سفر داشته باشیم و یک برنامه قریه به قریه را ثبت کنیم. در جایی که ما استاد هستم وطندارای عزیز، شاهراهی است که کابل به لغمان، ننگرهار، کنر و نورستان وصل میسازه و ما مطمئن هستم که هر کدام شمایی که امی لحظه برنامه ما را بیننده هستین از این سرک، از این جاده یک خاطره دارین. ما امروز میخواهیم بریم به بالای کوههای مایپر. بر ما گفتن که در بالای کوههای مایپر، که کوههای مایپر هم شما میفهمین چقدر بلند بلند است، میگن در اون بالاها مردم زندگی میکنن، مردم قریه داره. من هم زیاد معلومات ندارم درباره از اون قریه ها. میریم امروز میبینیم که مردم در اوج چیگونه زندگی داره. وطنداران عزیز، از امکاناتی که ما و شما در شهرها استفاده میکنیم او مردم چقدر برخوردار هستند. پس کافی است که تا پایان این قسمت برنامه قریه به قریه ما را همراهی کنین و از دیدن این برنامه لذت ببرین. ناگفته نمانه تا به مقصدی که ما میرسیم. وطنداران عزیز، موترهای ساده رفتن نمیتونه، باید یک موتر کمکدار میگرفتیم که خوشبختانه موتر کمکدار هم گرفتیم و در این سفر متنها نیستم. استاد متی الله همراه ما است که انشاءالله ما را همراهی میکنه و بلدم استاد متی الله است که ما را میبره طرف بالا. نگفته نمانه که در مسیر راه ما یک زیارت بسیار مشهور هم است که اگر نامش شما شنیده باشین به نام زیارت شپول باباست. من محمود تایسای هستم، میرم همراه استاد متی الله یک جای میشیم، سفر خود ادامه میدیم، ببینیم که ما چند ساعت بعد به مقصد میرسیم. ما را همراهی کنید. هموطنان عزیز، تشکر خاص از تمام شما عزیزانی که تا این دم ما را همراهی کردین. بالاخره ما به یک جای رسیدیم که در این قسمت یک آبشار بسیار مقبول است که از اینجا دیگه بچشم و قدر معلوم نمیشه، مطمئن هستم پیش بریم یا کم از کم اگر ببینیم بلندیش تا پایین حداقل 200 متر خو میایه. ای آب نمیفهم از کجا میایه و فعلا هم ما بسیار بلند آمدیم. هموطنان عزیز، ما هم متایسای سه ادامه میتیم سفر خود تا که به مقصد برسیم. در ادامه برنامه هم رایتان خواهان هستیم، با ما باشین. وطندارای عزیز، آهسته آهسته رسیدیم پیش زیارتی که براتون گفتیم، زیارت شپول بابا. نگفته نمانه که موتر ما هم یک ذره عوارض پیدا کرده، از لیلیتر شاب میره. قرار بود ما و متی الله استاد یک کم قصه کنیم درباره زیارت، براتون معلومات بدیم، ولی دوستای دیگه هست که انشاءالله دربارش بر ما و شما معلومات بده. متی الله استاد گفت ما این موتر رقمش را بخورم. بین اما تو آهسته آهسته بالا بریم، زیارت هم براتون نشان بدیم و درباره از زیارت هم انشاءالله کم معلومات میگیریم. استاد سنگه؟ درود خیره. سراسه کنه سیو بغل خواه لگو
جور بخیر خیر ساعتی کرده بخیر خیرتی ده ساله ده نوم دیش شده شیر محمد شیر محمد ده شپولی بابا زیارتی وای امدل تا ده زیارت تا ده شپولی بابا ده زیارت دیر که دیر که دیر که دلتا دیر خلق وای رازی او رازی خلق رو رازی دیر خلق بین بریم زیارت هم ببینیم شیر و ساده ایتاس کلیوال مثلا دلتا چوک کپیرانو نیولی تا د خپل په سترګو لیدلې چې نتیجه یې ورکړې دی چې کتابې یې ورکړې د ورور او نتیجه یې ورکړې که صحیح نتیجه ورکړي همدا ده او دا زیارت دی یو بسم الله ښه دا بنګړي شیان دلته چې شته ډېر دي زیاتره خلکې چې د پیرانې وغه پکې بعضې خلکې راځي کالي زاړه چیش ورسره یغه وباسي د نه یې لرې کوي وسپوسې باد لغې نه بیا دا دې جنه د سيزي یا کالي ورسره خیرن وسپوسې وغه یا ځان سره راوړي یغه لرې کوي نوې کالي دې کې تبدیلې چوری بسیار زیاد دیدم شما پرسان کردم چرا اینجا چوری زیاد است کسایی که اینجا به خاطر تاویز گرفتن می بسیار از وطندارای ما میگن که لباس های کونه که کت خود میارن این همیجه میمانن کسایی که نه شما میبینین چوری ها رو میگیرن میده میکنن و این همیجه میمانن تاویز میگیرن تاویز به خاطر مرگی و کسایی که جن زده هستن سلام علیکم خسته نباشین زنده باش خوب هستین خوب است خینا شما دری را میفهمین از کجا آمدین اسمتان اسم فیض محمد است بسیار خوب قماندان بلوک دروازی پلچخی سای ماهی پر بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب قماندان صاحب چی میکنین اینجا اینجا خواستم که ام زیارت شپول بابا بیایم بسیار خوب نامش شنیده بودم خواستم از نزدیکم ببینم زیارت کال را ندیده بودین نه ندیده بودم کی آدرس داده بودتون البته ما بسیار وقت میشه اینجا وظیفه دارم نامش شنیده بودم دیگه آدرس هر کس میگفت خواستم از نزدیک ببینمش شما دم شاهرهای کابل جلال آباد هستین دیگه درست درست ما امروز خواستیم بیایم بریم میگن که دم بالای قریه است چهار قریه است چهار قریه است درست شما بلد هستین بیخی بلد هستیم خب کدام چهار قریه است از قریه شپول بابا است که نمیجاست پیش میریم شنواری است دیگه دو خریه دیگه هم هست که به نامش آشنایی ندارم خب این مردم معلم میگه اینجا چهار خریه هست چهار خریه هست ما امروز میخواییم یکی از این چهار خریه را به تصویر بکشیم اما تو از مسیر رای که آمدیم زیارت را که شما هم نامش شنیده بوده نامدار بود اونه با آمدین به دیدن شما هم آمدیم یک برنامه هم جور کردیم میخواییم بریم طرف بالا گرچه شما گفتین که اینجا بار اولتان هست چه معلومات دارین که چقدر راه تا هدف تا قریا مانده باشه به نظرتان تقریبا به موتر بریم شاید یک 25 دقیقه مانده باشه 25 دقیقه 25 دقیقه دیگه ما آهده مانده خانه زیاد است کم جدا جداست از وقت زیاد نیست خود جدا جداست تقریبا در مجموع شاید هر قریه 10 خانه 15 خانه بعضی ها 20 خانه این رقم عمر صاحب اجازه هست مهربانی شما نمیرین امرای ما اگر خواسته باشی امروی میکنم شما را شما زایم کار شما نشیم ما البته امروز ما رخصت گرفتیم در بین یک مخ یک روز رخصت گرفته بیشه یک امروی شما برابر شدیم یه یک شانس است خب از خیلی یک کار میکنیم شما بلد هستین اگر وقت تانه نمیگیریم اگر مزایم شما ما نمیشیم بین کما تو با هم بریم هم یک یادگاری میمانه یک قسمت برنامه قریه و قریه این عامر صاحب کت ما هم کاری کنه بریم بالا ببینیم مطمئن هستم که شما هم قریه ها را از نزدیک ندیده باشین تا حالا نام شنیدیم شنیدین درست است ما شایق دیدن از قریه هستیم که شما میرین بر ما لذت بخش میشه خب از خیلی بیان که بریم موتر ما کمکدار است انشاءالله میریم بخیر متسیس وطندارای عزیز تشکر خاص از تمام شما عزیزانی که تا دم ما را همراهی کردین بالاخره رسیدیم
هنال کت بزرگای قریه یک جای میشیم و همراهشان یک سلام علیکم میگیم. سلام علیکم. حاجی صاحب خیر سی ساعتم خدا خیرتی ده. حاجی صاحب خیر سی ساعتم خدا. سلام علیکم. خیر سی بخیر خیرتی ده قدری ده. سال دارم ایسه. بخیر جوړه. بخیر است. جوړه بخیر. حاجی صاحب خیر سی ان شاء الله. ساعتم خدا. خیر است سال خیر. شپه ورځم په خیر تیری. وخت دې خیر. خیر زیات مننه. اول راتوې چې د کلی نوم هم شه ده. د دې کلی نوم خو دا په غټه کې شنواری ورته وای دی مای پر او د دې کلی نوم بیا چشمه اسماعیل ده. چشمه اسماعیل او دلته شنواری قوم اوسی. وو شنواری دی. اولین سوال می نمی بود گفتم نام قریه تان چیست، چون ما نمی فهمیم دقیق معلومات نداشتیم که نام قریه چیست، فقط اینم می فهمیدیم که اینجا مردم زندگی میکنه. اینجا قوم شنواری است که زندگی میکنه و نام قریه هم که است چشمه اسماعیل است. نام قریه قریه که است چشمه اسماعیل. جالب است. دلتا گوما چشمه هم بیالاری؟ و چشمه تا دلتا بلندی تا توتی یا شایدی. خیلی سگه عجی سب منگا نن راغلی و چیری تاس ده کلی کلاوی تاریخی زیونه رسم و رواج او ده تاس ده آل و احوال نخبر سوزه کسی خلق چی دی لنده ما پر دخپراون پش رو کم بیلی دیر راحت جوان لری تاس دیر لری دیر جیگ ساها که جوان کوایی حتما دلتا با مشکلاتم دیری ترسنگ سودگیان بام لری دا غوانم طول پر دخپراون که نن را سر شریک کهی دلتا خودی منگا دا دون دو زندگی دست داد سی دلتا دیر جنگونه تیر سوی کنه دی روسانو دی وقت بیا روس دا جمهوریت پا وقت که دلتا پا طالبانو اولان دی حکومت سی او دا مای پر که دا اردو او دولت تو دا پا جنگونه که دی دکه دا یمن کورون هم طول کرده سو وران سو او دقی وجه نداغه مشکلاتی خالکستا آخه سیده ما از ملک سوی پرسان کردم قسم که روند برنامه سمتنان عزیز گفتم که زندگی کردن در شهر و در بازارهای بزرگ شما و شما اون تجربه کردیم اونجا زندگی میکنیم زمانی که گپ از قریه ها میشه وام از دورترین قریه ها میشه شما ای سرک را که دیدین عامر صاحب گفتن بر ما که سرک هم تازه اینجا آمده سابق بر ما گفتن قصه کردن هم دست بلک لک مخکم رسو که در زمانی که دای قریه ها مریض میشد کسی او را توسط مرکب می بردن به طرف شار و ما هم که آمدیم شما فکر کنین این پشت از این تپه آمدیم و بالاترین قله ماهی پر هم برات گفته میتونیم که نمی از این که دیگه کوه بلند اونو کوه هست اصلی ماهی پر دقا این دقا غرده چه دی خواهی خواه دقا اصلی ماهی پر دقا جیتا وای او دادی من کلی پا ماهی پر مشهور دی او دلتا بمبارون سنک هنیخانی هم پرتی دی دی جای کستا او دقا سرک من پا جمبوریت که شروع کرده او سکالی هم بیادری میاستی که دوام یاستی کار پیو که داخری کلی تا تکمیل سو دا دی کارتی پا وقت کم شروع کرده و بیا لگ در شبغانی پا وقت که سو دقا دری کلومیتر هم بیادی طالبانو پا وقت که جو کرده مالی خلکو خپل کلیوالو کومه کړی پیسې اچولی موږ او دغه سرک موږ تکمیل کړی او د ملي پیوستون پروګرامو کې موږ سره کومه کړی حاجي صاحب تاسو ویلي چې تاسو په کلي کې مثلا بمبارونه زیات شوي دي داسې د کور تخریبات به معلومیږي چې تخریبات به د بمبارو زیات کړی داسې اوس هم کوم اثرات شته د هغه جنګو هغه یوه کنده هغې نه کور نه دی خو هغه ستا په ونو کې چاپونه ستا د هغه د چروسې وهلي دي او هغه چې کې زاړه اثار پراته دي خو څه اثار چې و خلکو خرڅ کړل بوس چی شای پات وو پات یال ته باور سو هغه وګور راځي بسم الله که همدز به قرار لار سو حاجی صاحب همدا مرمه ایده دیتا لونا وای سی دا غیا و شات غیا پات دا نور خو ګوره دلته سی دا چوری لري انور چاودل ان پیجاره کړه او دا غیا و غیا پات دا شات سلنګ سرونه سی دی سی دا کومه لمبل دی نه وزي دا ګوره دا سی دا مزل کوي دا ان خدا ته در الامانه که کوم جنای دلته شات کړ دلته امانه ته دا جوړ عمر صاحب مرمی اس کارت میگنش چه رقم است والا معلومات نداریم دیگه بسیار مرمی قوی است تا نمیتونه میرس ما اس کارت شما ببینین هموطنان عزیز اینی بمبای کلان و که میگن گفته میشه که یک زمان از دارلامان کابل اینجا توسط از اینی مرمی ها بمبارد میشد و از اوج انداخت میکردن اینجا را میزدن چقدر این مرمی کلان است دا وته لګم پاتې کنه دا خوځيږي نه
دیتا چې څومره زور ورکه د لغه جن را کولولې دا خوځیږي نه دا هم دغه ځای په لګېدلای مو هغه ځای لګېدلای و هغه جن بیا دلته د ماشومان خلکو را کولې کړي دلته پراته خو خوځیږي نه چې لس نفر باندې هم دی ګواینې ها وزنش بسیار زیات است او بالا خورده باز با مرور زمان نمی جوان ها و اطفال دقیقه جایده ها گوره لگه دلی ده جایده ایره پایین آورده مواره ده تا فهیم دگان بیا ایره شور دادن همی تانه بسیار گرنگ است بیاین که بریم طرف قریه بیاین که بریم ببینیم که حال مردم چی حال احوال دارن اجی صاحب دام د کلی شروع دانو په دې کلی کې څو کورونه دي په دې کلی کې پیلان هو دلته سدي سډيري سلويخ 50 په دا ټول سلور وړو جمعاتو درې جمعاتو کې دوه جمعاته خو اخو دي او نور ټول وسلاندې پولي چرخي کې د جنگول واجه نه خوشکی و او د خلکو ته گزارانه کې د غلندې کته سوي دي او سکل وبسته و سکل وبسته نیم نیم کورونه راغلي دي را روان دي سیرا سی سکل وبسته خې سعید همتنان عزیز پشتر من که پشتر گفتم در دیکور خانه استفاده کردن اونو هم گلوله های مرمی استک از مرمی های کلان استک که اینجا استفاده شده و مردم گرفتن حال استفادهش میکنن خب من پرسان کردم گفتم در این قریه چند دانه خانه استک گفته که 40 دانه خانه یا 50 دانه خانه استک زمین انبار خوب است دارن بخاطر کشت و زراعت که انشالله سر از وام میپیچیم ببینیم که در این قریه چه چیزا کشت میشه و ما مطمئن هستم بخاطر که این نمیشه همو مواد خوراکی خودان خود خصوصا مثلا آرد یا بیارن از بازار بیارن چون هم را برشان دور میشه هم مردم در این قریه ها اقتصادشون بسیار ضعیف میباشه نمیتونن مثلا هیچ کدام کاروبار خاص ندارن که 15 ساعت یا 18 ساعت برن آرد بگیرن گندم هم اینجا بخیالم کشت میکنن از این میجه فصل شپس برداشت میکنن که باز از این میجه ازش استفاده میکنن و نوش جان میکنن و برد سرکردا که رسیدیم انشاءالله گپ میزنیم اینی خانه های هست که اینجا مردم زندگی میکنن زیاد خانه نیزده این قریه ها مثل که ما در برنامه گذشته رفته بودیم به وایگل یا دره نور که 2000 دانه خانه هم تو بام در بام بود شما شاهد بودین که قریه های را رفتیم که 2000 خانه داشت و امروز به قریه آمدیم که 50 دانه خانه داره هموطنان عزیز در ادامه سفر که میره خواستیم اون طرف بریم دیگه هموطنان گل طرف او قریه یکونه چیزی که توجه من را جلب خودش ساخت مکتب از این قریه است اینی هم مکتب از این قریه در مکتب چه وقت جور چه جور که سمره وقت که گیتی تخریب سوای بسم الله الرحمن الرحیم دا مکتب په 1902 کال کې دا مکتب موږ ته د یو غیر موسسې لخوا نه جوړ شو غیر دولتي موسسه وه هغه یې جوړ کړه بیا نو تقریبا یو درې څلور کاله هغه موسسې سره دا مکتب و معلمانو ماشومغو ورکو له هغه نه وروسته هغه موسسې بیا لاړه د حکومت رسمي کړه دا مکتب نو هغه نه وروسته بیا چا توجه نه دی ورته کړی و نه یو معلم ورته منظور سوی ده نه ملازم لري او نه کومه خطاسه او نه داسې خاص پاملرنه نشته دې مکتب ته مکتب تخریب شده و ما پرسان کردم گفتم فعلا شاگردا کجا درس میخوانن میگن که عالم در اینمی مکتب که تخریب شده همینجا درس میخوانن ببین یک بار ببینیم شما ببینین این قسمت چقدر خطرناک است همون چوبهای را که انداخته کلش مایده شده الان درس میخوانن نو دیسره خپل کلیوالو خپل اخری وسه پر وکړه دا ستنې ورکړې سکل نو واره دومره زیاته او دونه بارانه وسو چې دی موږ د کلیوالو نور وسه نه کېدله چې دی مکتب نه پاملرنه وکي او په خپل مو باندې او په خپل غو باندې مسروب وي بس دا مکتب نه ورزید ملازم نه لري او کم چوکیدار سده د دې ساتنه کړې وای ای پایه های را که میبینه نیره اینمی مردم قریه اینمی قطانستان که اینمی سقف که اینمی قدر جور مانده باقی مانده اینا میره یک پایه دادن که یام تخریب نشه و این صنف های هسته که سابق در این صنف ها شاگرد ها درس میخواندن
بین ببینیم در صنف فعلا درس میخوانه او صنف هم یک بار ببینیم. شما ببینید وطندارای عزیز چقدر اینجا خطرناک است. اگر خدای نخواسته اینم یک سنگ خطا بخوره. عمر صاحب چیزی با گفتن لابا نکه بگوییم. سخت است، واقعا سخت است. خب به هر صورت وطندارای عزیز شما تصاویر از این مکتب رو ببینین. در ادامه برنامه همراهیتون خواهان هستیم. وطندارای عزیز زمانی که ما به قریه های بسیار دور دور میریم و خصوصا که به تو قریه های میریم که دور بسیار دور از شهر است، یگانه چیزی که ارزشش پیش مردم در اینجا بسیار 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 زیاد است آب است. در اینجا همین خانه ها فامیلایی که اینجا زندگی میکنند تمام خانه قریه را که شما دیدین آبشان از اینجا تامین میشه. اینی چشمه است که بس بربسته قریه آب میرساند. اگه اینمی چشمه و از اینمی آب استفاده میشه برای کشت و زراعت و مالداری، همچنان آب آشامیدنی هم است که اینمی آب به خوردن هم میگیرن. ملک صاحب دو و با کل دول اسمی هاش هم دسی؟ و دست کل خوشکی بیا کم بود کهی او منگا تالور پلار دی جماعت که دری دی که دا منگا پنوبت و بکو دا کشت پانی پنوبت پانی کهو او با یخی است؟ او با یخی یخی دیوی گوره خپلای او گوره انشالله سی او با دیر یخی. یخ تا بیخی ضرورت نلاری دا او با و دیل دی گوره یخ کابل که برتا یخ چالی او بوایو دا بیخی یخ چالی دی دا بابا دا یخ تا ضرورت نلاری خیت بای مناسب بود. بسیار آب مزدار، شیرین، سرد، هیچ دیگه حاجت یخ چال نیست، آب چشمه است. خب تاسم میربانی او با که چکی او با و چکی حامر صاحب خود یک تازه کتو هم اینجا حاجی صاحب تو داره تو وایت چې دلته تاسې مثلا په زراعت کې چی شی کرئ دلته؟ غنم، جوار، لوبیا، دغه شیان او دا سوزی موزی لکه د ځان لپاره رومی های ګندنه او داسې شی کرو. نور چې نسته اوبه کم بوتي ډېر شي ته کار نه ورکوي. او میوه کوم میوې لرې؟ میوه خو موږ زردالو هم لرو، الوچې هم لرو، توت هم لرو، چهارمغز هم لرو، دغه شیان. درباره زراعت پرسان کردم، در اینجا گندم است، جواری است، لوبیا است، اونم ترکاری باب است که به خاطر خود کشت میکنن و دره میکنن و نوش جان میکنن. همچنان میوه ها که در این قریه چهارمغز هم است، توت فریمان است، آلوچه هم داره که اینال انشاءالله ما و شما میریم یک توت تکانی هم میکنیم بخیر و همچنان اگر دیگه میوه پیش روی ما آمد نوش جان میکنیم. پس بیاییم انارم انار اوس وقت نست اوس گل کیدی گل کیدی انارم داره خال وقتش نیست. بین با ما باشین که بریم یک توت تکانی کنیم و در پیش همی چشمه دعوا همی چشمه که توت اگه سرد کنیم خوب مزه میده. اوس پیلن سیزن دی توتو دا توت پخه دی خب پخه دی نوی پخه دی توت بخرو دی خیر او توت با سندو بای او بای سندو رازه چیزو دی خیر سر رازه.
آلوچه. دیده چی شای وای؟ آلوچه. متی الله استاد می یک ساعت مرا شلا گرفته بود، می گفت یک از آلوچه از خو؟ یک از آلوچه از ما گفتم او بیادر در ملک ما می ده آلوچه میگن خو؟ نه دی منگ پا کشور کم دیده آلوچه وای که شوخی کدم امرایشان. واقعا توت بسیار مزه دار است، قدر توت شیرین است که هیچ پرسان نکنین. جایتان خالی. بر صورت هایستای سرسیدیم به بخش پایان برنامه امروزی. آرزومند هستم که از داشته های امروز ما شما لذت برده باشین. هی بود بلندترین قریه کابل که ما امروز آمدیم به تصویر کشیدیمش. هایستای سرسیدیم به بخش پایانی برنامه امروزی. آرزومند هستم از داشته های امروز ما شما لذت برده باشین. تا دیدار بعدی، تا قریه به قریه بعدی، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.